30 پهلوان سنگین وزنمون در این دور از رقابت‌ها حضور دارن. کشتیگیرای عزیز توجه داشته باشن، کشتی ها به صورت تک حذفی است و کوچکترین اغمازی در مورد قرعه کشی صورت نگرفته و بسیار بسیار دقیق و منظم قرعه کشی انجام شده توسط جناب آقای جعفریمون، پیشکسوت جدول جناب آقای اسماعیل خیرمایی و جناب آقای یاسر آشوری که زحمت جدول نویسی و وزن کشی ها رو به عهده داشتن. قرعه کشی همزمان با وزن کشی و بر روی سکو انجام شد و با نظارت کامل ستاد برگزاری مسابقات و انجمن کشتی باچوخه خراسان رضوی این قرعه کشی ها صورت گرفت. تا دقایقی دیگر شاهد رژه کلات عربی رئیس کمیته داوران خراسان رضوی تشریف بفرمایید. جناب آقای حسن حسنزاده رئیس کمیته داوران انجمن کشتی باچوخه شهرستان مشهد و جناب آقای حسین دولتخواه شش داوری هستند که امروز برای شما کشتیگیران عزیز بر روی تشک سوت خواهند زد و قضاوت خواهند کرد. خب میریم تا شاهد رژه قهرمانان و پهلوانان کشتی باچوخه باشیم. پیش روی پهلوانان امروز در سالن ورزشی دانشگاه بینالود ترقبه پهلوان احمد میرزاپور دارنده بازوبند پهلوانی کشور تشویق بفرمایی. قهرمانان پهلوانان خوش آمدید. احمد میرزاپور، علی بهرامی،
حسن عباس، پور از فاروج، محمد تیموری، تربت جام، حسن ثانی قوچان، محمد عسکری فریمان، مهدی افضلی فریمان، یزدان حسن پور چناران، خوش آمدید مهران مختاری، سعید حسینی، امین جعفرزاده، علی محمد آشوری. تشویق بفرمایید دوستان، قهرمانان و پهلوانان و نام‌آوران عرصه کشتی باچوخه کشور رو خوش آمدید. ما پهلوانان و قهرمانان امروز همه با هم پیمان می‌بندیم به داوران، کمیته محترم فنی، کمیته محترم انضباطی و تماشاچیان احترام بگذاریم و زیباترین رقابت‌ها رو امروز برای شما عزیزان به نمایش بگذاریم. پهلوانان و قهرمانان عزیز، امروز همه با هم پیمان می‌بندیم به قضاوت داوران عزیز، هرچند اگر به ضرر ما باشد احترام بگذاریم. همه با هم سلامتی خودتون، همه دستندرکاران عزیز صلوات قرآن را عنایت کنید. خب خیر مقدم از کنم خدمت شما شرکت کنندگان عزیز، پهلوانان و قهرمانان، چهره های سرشناسی که همه شما عزیزان بر روی تشک ایستادید، نه میدان اول شماست و نه میدان آخر شما. امیدواریم که همینطور که عرض کردم به قضاوت داوران امروز احترام بگذارید، کما اینکه در سمت چپ شما عزیزان کمیته محترم انضباطی حضور دارند و امیدواریم که به هیچ عنوان وارد عمل نشن. شاهد رقابت‌های زیبای شما عزیزان باشیم و شما عزیزان بزرگوار هم به کمیته داوران که در کنار شما ایستادند احترام بگذارید. کشتیگیران عزیز توجه داشته باشند. کشتی ها به صورت تک حذفی است و به هیچ عنوان من الوجوه کشتیگیری نباید حقشو به حریفش واگذار کنه و یا حق بده. ابوالفضل قربانی ثانی قوچان شال آبی، ایوب قلی‌پور مشهد شال قرمز، به قضاوت داور وسط جناب آقای جعفر کلات عربی. بفرمایید. اولین مبارزه آغاز شد با سوت آقای جعفر کلات عربی. تشکر ویژه داشته باشم از اسپانسر این مسابقات، مرکز خرید کیف و کفش پات با ما. مرکز خرید کیف و کفش پات با ما، آدرس ترقبه نبش امام رضای 8، در خدمت شما عزیزان خواهند بود با مدیریت جناب آقای مهدی راهدان. این مبارزه با قضاوت جناب آقای جعفر کلات عربی، رئیس تشک آقای احمد علی پور و قاضی تشک
آقای حسن حسنزاده، وقت نگهدار آقای حسین دولتخواه. اما در قسمت کمیته فنی، پهلوانان و قهرمانانی که ناظر بر این مبارزات هستند، پهلوانان عبدالعلی قنبری، حسن امانی، حسین مهرافروزیان، حسن نیکبین، علی رضا رستمی و حجت رهنما. بعد از این مبارزه سعید محمدی حسن، شیروان شال آبی، وحید قائمی اسفراین شال قرمز، آماده باشید. در نتیجه برنده مبارزه شال قرمز آقای ایوب قلی‌پور از تیم مشهد با ضربه فنی. سعید محمدی حسن، شیروان شال آبی، وحید قائمی اسفراین شال قرمز، به قضاوت آقای احمد علی‌پور. بله، قاضی تشک آقای حسن حسنزاده به لباس آقای قائمی از اسفراین ایراد گرفتن. کشتیگیرای عزیز توجه داشته باشند با لباس آستین کوتاه بر روی تشک حاضر بشن. برای مبارزه بعد رضا قربانزاده درگز، ابوالفضل ترابی مشهد شال قرمز، آماده باشن. فقط همون دو تا کشتیگیر اونجا بمونن، ما بقی بیان این طرف. جشنواره ما که مشروع خاطر کم تو جو خانه ما جشنواره تو مان عزیز نظری و نظر
مبارزه‌ای که همکنون بر روی تشک مشاهده می‌فرمایید بین سعید محمدی حسن و وحید قائمی بود که در همین لحظه جناب آقای وحید قائمی از اسرائیل موفق شد حریف خودش سعید محمدی حسن از شیروان رو با ضربه فنی شکست بده و دستش به عنوان فرد پیروز بالا بره. رضا قربانزاده درگز شال آبی، ابوالفضل ترابی مشهد شال قرمز به قضاوت آقای حسن حسنزاده. بفرمایید. مبارزه‌ای که همکنون بر روی تشک مشاهده می‌فرمایید رضا قربانزاده درگز شال آبی، ابوالفضل ترابی مشهد شال قرمز به قضاوت حسن حسنزاده. قابل توجه تماشاچیای عزیز، ابوالفضل ترابی نوه پهلوان حسن نیکبین هستش که بر روی تشک کشتی میگیره و امیدواریم که بتونه روزی جای پای پدر بزرگش، بزرگ پهلوان کشتی و جدای کشور حسن نیکبین رو بگیره انشالله. اسپانسر مسابقات
مرکز خرید کیف و کفش پاتباما. شعار فروشگاه پاتباما: مشتری گوهر گرانبهایی است که اعتمادش موجب بقای ماست. وقت باقی مانده مبارزه 1 دقیقه. در نتیجه برنده مبارزه های ابوالفضل ترابی از تیم مشهد که سرپرست تیم مشهد های پهلوان یحیی آشوری هستند. خب برای مبارزه بعد: حسن ثانی قوچان شال آبی، علی بهرامی کلات شال قرمز. بفرمایید بر روی تشک. این مبارزه را آقای امید پارساپور سوت میزنه و آقای محسن گل محمدی به عنوان قاضی تشک و آقای احمد علیپور به عنوان رئیس تشک، آقای حسن‌زاده به عنوان وقت نگهدار.
مبارزه بین حسن ثانی از قوچان با شال آبی و علی بهرامی از کلات با شال قرمز هست به قضاوت جناب آقای امید پارساپور. جناب آقای عامر بعد از این ما
مبارزه مواردی رو خدمت شما عزیزان اعلام خواهند نمود، با توجه به اینکه امروز مسابقات فوتبال هم بوده ولی با رایزنی‌هایی که جناب آقای عامل انجام دادن تونستن پخش زنده رو چه در نوبت صبح و چه در نوبت بعد از ظهر برای مسابقات بگیرن. جا داره تقدیر و تشکر ویژه‌ای از این عزیز بزرگوار داشته باشیم. Pregunta para mí. خدا خدمت بینندگان عزیز، دوستان ورزش پرافتخار کشتی به خصوص کشتی بومی سنتی خراسان بزرگ سلام عرض میکنم. آدینه پر نشاطی رو برای بینندگان عزیز و هموطنان و هماستانی عزیزم آرزومندم از خدای منان. کشتی که همکنون به اتمام رسید، کشتی بین یزدان حسنپور بود و مهران مختاری که هر دو کشتی گیران چنارانی بودن، البته حسنپور از سپاه چناران و حریفش مختاری از سپاه گلبهار حضور داشتن که به خاطر آسیب دیدگی مختاری حسنپور که برادرزاده پهلوان حسنپور هم هستش برنده شد. رقابت بعد رضا حسنزاده و سید حسینی از تهران و سال آباد کشتی قبلا برگزار شده بود که در اون کشتی علی بهرامی کشتیگیر کلات برنده شده بود و 30 کشتیگیر در این دور از رقابت حضور دارن. پیش کسوت ها مشاهده می فرمید از کمیته فنی که از بزرگان کشتی هستن، آقای علیزا رستمی که رئیس کمیته فنی هستن، آقای حسین مرفیزان، آقای حسن نیکبین، آقای عبدالعلی قنبری، آقای حجت رنما و آقای حسن امامی، حسن امانی در جایگاه کمیته فنی هستند و همه بزرگان و پیشکسوتان کشتی خراسان بزرگ در این دور از رقابت ها حضور دارند و رقابت ها با 30 پهلوان کشور که بیوز کشتی میگیرند در این در سالن دانشگاه بینالود که دانشگاه ترقبه شاندیز هست و برگزار میشه. 30 پهلوان سنگین وزنمون در این دور از رقابت ها حضور دارن و داوران رو مشاهده میفرمایید که آقای کلات عربی رئیس کمیته داوران حضور دارن و داوران عزیزمون که در این دور از رقابت ها قضاوت میکنن.
آقای محمود کلات عربی که رئیس کمیته داوران هستن، امید پارساپور، احمد علیپور، جعفر کلات عربی، حسن حسنزاده و حسین دولتخواه هستن. این هم تماشاگرانی که حدود 100 تماشاگر رو که تست قبلا دادن و کد ملیشون رو دادن با یه سری اون ضوابط وزارت بهداشت با فاصله اجتماعی، رعایت فاصله اجتماعی و ماسکی که دارن در جایگاه در قسمتی قرار دارن که مشاهده فرمودید. خب کشتیگیر پهلوانان کشورمون در این دوره رقابت ها که 30 پهلوان از سراسر ایران عزیز که بیشتر از خراسان بزرگ هستند برای توشک کشتی خواهند گرفت و کشتی که تا لحظات دیگر برگزار خواهد شد رضا حسنزاده از تهران و حسین حسینی از سالآباد. حسنزاده اومده برای آماده هست و داور وسط هم تقاضا میکنه که آقای محسن گل محمدی، داور قوچانی، آقای گل محمدی این مبارزه رو قضاوت میکنند، شال دو کشتی رو مهیا میکنند و آماده میشن. سنگین وزن هست، یعنی به اضافه 84 کیلو دیگه حالا 130 کیلو، 120 کیلو، 90 کیلو هر چقدر باشن دیگه حضور دارن و پهلوانان بزرگ خراسان بزرگ به همراه پهلوانان دیگه از چوخ کار کشورمون که تهران هم کشتیگیران با چوخه زیاد داره، همون خراسانی مقیم اونجا گود درست کردن و رئیس انجمن کشتی هم آقای قاسم زاده هستن که تلاش زیادی کردن در اون خطه مخصوص کرج و در اون منطقه مسابقات کشتی برگزار میشه. میپرزیم به ادامه کار. دو کشتی سریقه همدیگر در اختیار گرفتن و سعی میکنن شرایطو برای فنون لنگ مهیا کنن. وقت کشتی 5 دقیقه هست و در کشتی با شوخه پل وجود نداره. اتوشک خارج میشه و در بعضی از مسابقات وقتی کشتیگیر پاش از توشک خارج میشه یک امتیاز میدن به حریفش، در بعضی از مسابقات نمیدن. امیدواریم این هم دیگه ثابت بشه. آقای قائمی رئیس انجمن کشتی باچوخه کشورمون تلاش های زیادی کرده تا مقررات یکسان برای خراسان بزرگ برای مسابقات کشتی مختلف مهیا کنه. این قسمت هنوز به اون یک نواختی نرسیده. امیدواریم در همه مسابقات یک قانون باشه. بعضی مسابقات پای کشتیگیر از خارج میشه امتیاز میدن، بعضی‌ها رو نمیدن. رقابت بعد هم بین محمد عسکری از فریمان و حمید غلامی از تهران، گوینده سالون آقای محمود شریف اعلام میکنه که آماده باشن. رقابت ها با نظم انضباط قابل قبولی برگزار شده و تصویر حاج قاسم سلیمانی، سردار شهید و برومند ایران عزیز که همیشه در قلب هاست مشاهده می‌فرمایید، در سالن تعبیه شده. همچنین مقام معظم رهبری و رهبر کبیر انقلاب و همه کار قشنگی کردن برگزار کنندگان که تلاش‌های زیادی انجام شده. می‌پرسن به ادامه کار. دو کشتیگیر سعی دارن سریق هم دیگر مال خود کنن تا اینکه بتونن فنون خودشون رو مهیا کنن. دو سالی بوده که مسابقات کشتی با چوخه برگزار نشده و تعداد زیادی از طرفداران کشتی با چوخه از راه‌های دور از قوچان و شیروان و بجنورد و اسفراین و نقاط مختلف چناران اومدن پشت در موندن، اما ستاد اجرایی دیگه بهشون اجازه ورود نداده و گلایه‌های زیادی داشتند و دوست داشتن بیاند و ما رو بیاد گود چشمه زینن خان میندازه که حدود 70 80 تا شاید 100 هزار نفر میان کشتی تماشا کنن. کشتی با چوخه پایگاه مردمی داره. کار مثبتی انجام نمیدن دو کشتیگیر و یه مقدار با احتیاط کار رو دنبال میکنن. داور وسط شال حسینی رو مهیا میکنه و سعی میکنه که تلاش خودشو به کشتیگیران میگه که تلاش خودشونو بیشتر و بیشتر کنن. رقابت ها از شبکه خراسان رضوی شما از آن مشاهده میفرمایید و جا داره تشکر کنیم از تهیه کننده محترم برنامه جناب داوری و همکارانشون که از صبح زود اومدن اینجا تا اینکه رقابت ها به طور زنده و مستقیم تا ساعت 10:45 از شبکه خراسان رضوی پخش بشه. بعد از اون هم از ساعت 1:30 تا ساعت حدود 3:10 رقابت ها به طور زنده از شبکه خراسان رضوی که همیشه حامی ورزش بوده و حامی ورزش‌های بومی سنتی بوده
به همشون خسته نباشید میگیم، یه خسته نباشید به پخش شبکه استانی خراسان رضوی و همه همکارانمون. میپرزیم به ادامه کار، با احتیاط کار رو دنبال میکنن و باستم سعی میکنه شرایط برای فنون خودش مهیا کنی که ناموفقه. از برگزار کننده هم تقاضا کردیم که بر مسابقات بعدی اسکوربورد هم داشته باشه، یعنی بیننده و تماشاگر و همه و همه زمان رو هم بدونن چه زمانی هست. وقت کشی 5 دقیقه، اگر مساوی بشن 2 دقیقه وقت اضافه در نظر گرفته میشه. اگر مساوی بشن وزن کشی خواهد شد. داور صدقه گل محمدی، داور قوچانی تقاضا اختار میکنه برای شال آبی و یک امتیاز فنی برای شال قرمز در نظر گرفته میشه. کشتی 1-0 میشه. فنی نزدن، بدنه آماده نیست به خاطر دوری از مسابقات. وقتایی بوده در ایام نوروز هر روز مسابقه کشتی با شوخه بوده در یک خطه از خراسان بزرگ و همین دور بودن از مسابقات و برگزار نشدن مسابقات به خاطر کشتی با شوخه باعث شده که بدنه از اون فرم ایدال خارج بشه. شاداب نیست بدنها، پاور نمیدارن پهلوونا و سرقه رو حتما باید اسکوربورد باشه تا کشتیگیر و مربی و داور و تماشاگر ببینه زمان مسابقه دقیقه چند هست و حساسیت رو بالا میبره. حالا میره برای گرفتن سرقه، میره برای جفن نگ، برای اینجا خودش از توشک بیرون میبره. حسینی از سال آباد که بله، اگر اون یک امتیازی که در کشی آزادم راهاز میشه و بعضی جا در کشی با شوخی راهاز میشه، دیگه کشی نمیره بیرون، سعی میکنه دور بزنه و زیاد کشی قطع نمیشه. تقاضا اختار برای شال قرمز توسط داور وسط آقای گل محمدی مورد موافقت قرار میگیره. وقتی داور تقاضا اختار میکنه، قاضی یا رئیس توشک باید تایید کنن که هنوز تایید نشده، تقاضا کرده که و اینجا ببینیم که هنوز تایید نشده و تابلو امتیازات 1-0 هست. سرقه رو باز هم در اختیار گرفته و سعی میکنه که فنون خودش رو به اجرا بذاره. رضا حسنزاده از تهران که یک امتیاز عقب هست، حالا یه پس نگم سعی داره به اجرا بذاره. آقای گل محمدی، آقای کلات عربی، آقای مبارزه در محمد عسکری فریمان شلابی، باسم غلامی تهران شال قرمز آماده باشن. رقابت بعدم اعلام میشه که بیان برای تشک 1 دقیقه وقت برای تقاضا اختار برای شال قرمز. بعد اینکه گیمناز پیش افتاد دیگه، اینجا قاضی هم تقاضا اختار کرد، بله تایید میشه دیگه. بار اول که داور وسط تقاضا کرد تایید نشد، اما اینجا دیگه تایید شده و حالا 1-1 برابر میشه. 1-1 برابر. تابلو امتیازات مشاهده فرمودید و قاضی رو که حالا میره برای اجرای فن یه لحظه پلنگ شکن مزمزه کرد، پلنگ شکن و رضا حسنزاده کشی تهرانیه، اما حریف عقب میکشه و اگر وقت 5 دقیقه به اتمام برسه 2 دقیقه وقت اضافه گرفته میشه. هر کشیری که اول امتیازی بگیره برنده میشه که حالا میره برای پسلنگ که در کشی آزاد فتح پا هست. حالا یک بار دیگه و میبینیم که حسینی از سال آباد از توشک خارج میشه. این خارج شدن ها باعث میشه کشتی وقفه ایجاد بشه، ولی وقتی کشتی تلاش کنه نره بیرون دیگه وقفه کمتر میشه. من فکر میکنم اون امتیاز رو اگر در نظر بگیرن بر کمیته فنی و انجمن محترم کشتی با شوخه خراسان بزرگ میتونه بهتر کشتی و جذابتر باشه. میزنه میره برای پلنگ، یه پلنگ شکن و قبل از اون داور بی جهت سود زد چون کار خطایی نکرد و رفت برای پلنگ شکن و دیگه اینجاست که داوری هایی که باید دقت داشته باشن، کارش خطا نبود، یه لحظه دندش دوچار مشکل شد اما کارشون خطا نبود، باید داور به مجری اجازه فن رو بده. قرار نیست یک کشتیگیر وقتی که فنی رو میخواد بزنه
یه آه ناله کنه مدافع بعد داور سود بزنه، اگه کارش خطا باشه باید سود بزنه. اینجا ببینین رفت ولی پنشیکن همون لحظه دنده نایه دنده احساس ناراحتی کرد، اما کارش اصلا خطا نبود. کار حسینی سال آباد کارش خطا نبود، رفت ولی پنشیکن و خب نمیتونه کشتی بگیره، آسیب دیده و داور وسط آقای گل محمدی سعید حسینی از سال آباد برنده این کشتی شدند. رقابت بعد محمد عسکری و حمید غلامی، کشتیگران فریمان و تهران. معاون محترم فرماندار آقای بشکنی، رئیس ستاد بر گذاری مسابقات، رئیس انجمن کشتی باچوخه ترقبه هستند که تلاش زیادی کردن. آقای قائمی رئیس انجمن کشتی باچوخه، همچنین آقای امیر زاری رئیس ورزش جوانان بینالو و ترقبه و شاندیز، آقای مجید گلستانی که کار اجرایی داشتن و زحمات زیادی کشیدن، و به همه از آن خسته نباشین میگیم. همچنین فرماندار محترم فرماندار ورزش جناب آقای رحیمیان و همچنین شهردار ورزش دوست آقای طاهری پور، شورای شهر ترقبه شاندیز و به طور کلی برای ورزش اطلاع ورزش باید مدیران ارشد پای کار باشن، تشویق کنن. در ورزش قهرمانی فقط اداره کل ورزش جوانان نمیتونه کار رو انجام بده به تنهایی، باید حمایت بشه و بیشک در این خطه مدیران ارشد، فرماندار محترم، شهردار محترم، شورای شهر و همه مدیران ارشد میبینیم که ورزش دوست دارن. خطه ای که باغبان باشی رو داشتیم، باغبان باشی مردی که مشعلدار مسابقات بازی آسیایی بوده، مسابقات بازی آسیایی تهران و قهرمان آسیا، روحش شاد یادش گرامی باد. پتانسیل بالایی داره ورزش این خطه ترقبه و شاندیز که به بینالود نامگذاری شده. میپرسیم به ادامه کار دو کشتیگیر محمد عسکری رو با اسفریمان با شال آبی و باند آبی مشاهده میفهمید که لباس ها بسیار عالی است، یعنی پشتشون با آبی قرمز هست و شالاشون هم مشخص هست. سمت راست تصویر محمد عسکری از فریمان رو مشاهده میفهمید، حمید غلامی از تهران، این چهره عسکری هست. تشکر میکنیم از همکارانمون کشگیر فریمانی و یادی بکنیم از سید جعفر موسوی مربی شایسته ورزنده، روح جمعه است، روح شاد یادش گرامی باد، و پهلوانان زیادی که حمید باوفا قهرمان جوانان جان و سرمربی تیم کشتی فرنگی و این هم تماشاگران عاشق کشتی، تماشاگرانی که کشتی رو عاشقانه دوست دارن. پایگاه مردمی با ارزشی داره کشتی باچوخه در خراسان بزرگ. میره توشک بیرون و اگر اون یک امتیاز رو بدن دیگه کشتیگیر مدافع نمیره بیرون، حداقل سعی میکنه دور بزنه و کشتی کم قطع بشه. امیدواریم که بازنگری بشه در این بخش از مقررات. همه پیشکسوتان کشتی حضور دارن که اگر بخوام اسامیشون رو بگم دیگه تعدادشون بسیار زیاد هست. بازم در سرشاخ سرگردن هم دیگه رو سعی دارن مهار کنن. کشتی ها فن کم زده میشه به خاطر عدم آمادگی کشتیگیران. غلامی مقدار دفاع میکنه، عسکری از فریمان تمایل داره که این بتونه اون نقطه رو به اجرا بزنه، حالا میره برای اجرای فن لنگ. غلامی موفقه. آقای کلات عربی داور وسط عدو کشتیگیر میخواد که آقای جعفر کلات عربی میخواد که به وسط توشک برن و در وسط توشک مبارزه خودشونو ادامه بدن. سالن دانشگاه بینالود که در شهرستان ترقبه قرار داره محل برگزاری این رقابت ها هست، سالن بسیار خوب استاندارد در رقابت ها با نظم انضباط بسیار ارزشمندی نسبت به کشی باچوخه در گوت ها اون نظم کمتر هست. میبینیم که بسیار نظم ارزشمندی همراه با استانداردهای مسابقات بزرگ لحاظ میشه. تقاضای اخطار شد برای
شال آبی و مورد موافقت قرار گرفت. یک امتیاز برای حمید غلامی از تهران در نظر گرفته میشه. تهران هم کشتیگیران زیادی داره در این مسابقات و رئیس انجمن کشتی هم آقای قاسم زاده تلاش زیادی اونجا کرده که کشتی اونجا احیا بشه. حالا در خراسان که پایگاه مردمی زیاد داره، اما در تهران برگزاری مسابقات با شوخی واقعا سخت است. خراسانی که اونجا حضور دارن میان و مسابقاتشون رو با شکوه بالایی برگزار میکنن. و همه عزیزانی که برای کشتی با شوخی، ورزشی که از پدران ما به ارث رسیده، یه ورزش بومی سنتی است، اجداد ما کشتی میگن، یه فرهنگ ورزش با شوخی، به همشون خسته نباشید میگیم. وقت باقی مونده 2 دقیقه. 2 دقیقه وقت باقی مونده، 1-0 غلامی پیش است. ما برای مسابقات المپیک افتخار داشتیم، در ژاپن حضور داشتیم، اونجا دیدیم که چقدر به سنت‌های خودشون، به ورزش سنتی خودشون اهمیت میدن و چقدر سعی میکنن اونها رو زنده نگه دارن و احیا کنن. و ما هم باید برای ورزش بومی سنتیمون که قرن‌ها در دیار خراسان بزرگ برگزار میشده در جشن‌های مختلف، اعیاد مختلف، باید تلاش کنیم. و به همه عزیزانی که این تلاش رو واقعا جانانه و عاشقانه انجام میدن خسته نباشید میگیم. این پرازون به ادامه کار میره برای سرزی بغل، سرزی بغل به اجرا بذاره. یه لحظه میره برای سرزی بغل که از توجه خارج شد. یه لحظه غلامی برای سرزی بغل اقدام کرد، کاشی تهرانی، اما از توجه خارج شد و اجازه کار نداد. مسابقه کشتی بعد از کشتی بهرام قادرآبادی و عباسپور، محمد علی محمد آشوری و احمد میرزاپور کشتی خواهند گرفت. یک کشتی قشنگ و زیبا رو شاهد خواهید بود دوستان عزیز. تا ساعت حدود قبل از نماز حدود 10 دقیقه به 12 افتخار داریم در خدمت شما عزیزان و بزرگواران باشیم. بعد از اون هم از ساعت 1:30 تا حدود 1:45 با شبکه خراسان رضوی و با تلاش جناب آقای داوری سعی می‌کنیم کشتی‌های زیبا و برگزیده رو برای شما عزیزان انتخاب کنیم. بعد از اون از شبکه ورش هم این رقابت‌های جذاب و فینال و کشتی‌های جذاب هم از شبکه ورش هم در فرصت مناسب پخش بشه. همکار زیادی شبکه ورش داره با کشتی با شوخی و کشتی‌های بومی سنتی، اما کنداکتورشون واقعا امروز خیلی پر بود، فوتبال و داستانه خاص خودش که دیگه کشتی‌های جذاب رو از شبکه ورش هم برای دوستان کشتی با شوخی انشاءالله پخش خواهیم کرد. می‌پرسیم به ادامه کار خدمتتون عرض کردم دوری از مسابقات یک اختارم به شال قرمز دادن، کشتی 1-1 برابر هست. دوری از مسابقات باعث شده که کشتیگران خیلی آماده نباشن. از جدولم جناب آقای جعفری از پیشکسوتان کشتی با چوخه، همه عاشقان کشتی در سالن حضور دارن، همه‌شون خسته نباشید میگیم. یکی دو سالی بود این عزیزان رو ندیدیم. بله، تابلو امتیازات رو مشاهده می‌فرمایید. و تشکر از کارگردان محترم برنامه واحد سیار و همه عواملی که ما رو یاری کردن برای پخش زنده و این مسابقات. یک بار دیگه سعی می‌کنه سریع قرار به اجرا به این شکل دیگه این ببینین یه جورایی دیگه داره از توش خارج میشه و این مسئله باعث میشه که غلامی، حمید غلامی، وقتی به این شکل دوشن خارج میره اینجا میره خاک کنه حریف خودشو و 1 امتیاز. یک امتیاز میگیره از حریف خودش، یک امتیاز از عسکری، از فریمان، از غلامی میگیره. غلامی میدن خسته شده و خاک شد دیگه. یک بار دیگه سرکن میزنه سلاحان و سعی میکنه با سرکن عسکری از فریمان و اینجا وقت به اتمام میرسه و 2-1 موفق میشه محمد عسکری از فریمان حریف خودش رو شکست بده. اما تماشاگر کشتی با چوخه دوست داره که کشتی با چوخه فن لنگ زده بشه، کشتی امتیازی برنده بشه با اختار و خاک، اینا زیاد نمیتونه جذاب باشه. تماشاگران مشاهده میفهمین که با شیوه نامه های رعایت شیوه نامه های وزارت بهداشت که 2 دوز کروناشون رو 2 دوز واکسنشون رو زدن و با کد ملی که دادن در نهار اون شرایط حاصل شده. خسته نباشید هم میگیم به نیرو انتظامی منطقه ترقبه شاندیز که با نظم انضباط بالای رقابت ها برگزار میشه. به همشون خسته نباشید میگیم
و همه مدیران ارشدی که تلاش کردن این مسابقات برگزار بشه. بعد از 2 سال رکود، 2 سال برگزار نشدن رقابت‌های کشتی با چوخه، تلاش‌ها زیادی شده. فرماندار محترم، شهردار محترم و مدیران ارشد، شورای شهر ترقبشان نیز و همه عوامل تلاش کردند تا این مسابقات با نظم و انضباط و با استانداردهای بزرگ جهانی برگزار بشه. به همشون خسته نباشید میگیم. رقابت که تا لحظات دیگه برگزار میشه، بهرام قادر آبادی و حسن عباس پور، ناجای مشهد و سپاه فاروج، باشال قرمز، آقای علی پور داور وسطی مبارزه رو قضاوت میکنند. آقای علی پور هم خودش از پهلوانه کشتی با چوخه بوده، حالا در کسفت داوری به کشتی خدمت میکنه. بهرام قادر آبادی از ناجای مشهد، وزنش سبک است، به اضافه 84 کیلو. حالا دیگه هر چقدر وزنشون باشه میتونن، یکی 65 کیلو، یکی 90 کیلو، یکی 120 کیلو، 130 کیلو، بی وزنه دیگه. به نفر اول 5 میلیون تومان جایزه داده میشه، نفر دوم 30 میلیون تومان و نفر سوم 10 میلیون تومان. مجموعا 90 میلیون تومان جایزه داده میشه از طرف اسپانسر این مسابقات و برگزار کنندگان مسابقات. و حضور اسپانسرها میتونه در اطلاع ورزش ارزشمند باشه. میپرسیم به ادامه کار. تا این لحظه که من مسابقات زیادی چوخه رو افتخار داشتم برم گزارش کنم، حضور داشتم، این بالاترین رقمی بوده. در قبل گذشته حالا جوایزی میدادن و این بالاترین رقمی که دیدم تا این لحظه که 50 میلیون تومان به نفر اول، دوم 30 میلیون، سوم 10 میلیون و 90 میلیون تومان به سه نفری که روی سکو میرن جایزه نقدی داده میشه. و تشکر از برگزار کنندگان رقابت ها. میپرسیم به ادامه کار. به دنبال گرفتن سریقه، صرف صرف مساوی هستن. تمایل برای اجرای فن لنگ، فن زیبای لنگ که در مسابقات جهانی و المپیک هم میبینیم قهرمانان بزرگ اجرا میکنن و در مسابقات جودو برگزار، در مسابقات المپیک برگزار میشه، میبینیم اجرا میکنن، کمتر از صبح به چشم خورده. و این نمیتونه برای دوستداران کشتی با چوخه جذاب دیدنه. کشتی بعد میرزاپور و آشوری بیشک کشتی پر افت و خیزی خواهد بود و اجرای فن خواهد شد. بعد از اون امین جعفرزاده و فرزین شهبازی، گوینده سالن اعلام میکنه. احمد میرزاپور از ترقبه که شانس قهرمانی داره، و امین جعفرزاده از چناران و فرزین شهباز از چناران، دو چنارانی که چناران هم پایگاه بالایی داره در کشتی. اینجا میره برای پسپا، یه لحظه سعی داره پسپا رو به اجرا بذاره که قادر آبادی سعی داشت پسپا رو اجرا بذاره که عباس پور از سپاه فاروج اتوشک خارج میشه. کشتیگیر نباید در زمانی که مهاجم حمله میکنه به این شکل اتوشک بره بیرون. یه دفاع مطلق دیگه که اختار هم نمیدن، امتیاز فنی هم داده نمیشه، این راه رو برای دفاع باز میذاره. این نکته رو امیدوارم انجمن محترم ورزش کشتی با چوخه کشور و همچنین انجمن های خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و انجمن های کشتی در تهران دقت داشته باشن و دور هم بشینن و قوانین رو وضع کنن که کشتی استران اکتیو باشه، پرفن باشه، افت و خیز داشته باشه. اتحاد جهانی کشتی برای پر افت و خیز شدن کشتی قوانین زیادی رو احیا کرد تا اینکه کشتی از المپیک خارج نشه. سرمایه کشتی با چوخه تماشاگرش، اگه تماشاگر ببینه که فنی زده نمیشه، کم کم طرفدارانشون کم میشن. تذکر داده میشه، این تذکر به شال آبی و باند آبی که لباساشون آستیندار هست، شالاشون آبی قرمز هست و بسیار ارزشمنده این مسئله. باسم سریقل هم دیگر رو در اختیار گرفتن دو پهلوان و کار مثبتی انجام نمیدن. وقت کشتی 5 دقیقه و رقابت ها در
شهرستان ترقبه، شهر ترقبه دانشگاه بینالود ترقبه برگزار میشه. میره بر لنکمر، یه لحظه لنکمر رو به اجرا میذاره عباسپور که دو کشگیر از توشک خارج میشن. یه لنکمر سعیداش حسن عباسپور از سپاه فاروج به اجرا بذاره که ناموفق بود. همین کشتیگیر حسن عباسپور یه لحظه برای اجرای فن لنکمر اقدام کرد، اما حریف سرسینه رو پایین آورد و ایزوکار رو نداد. بهرام قادرآبادی یک دقیقه و سی ثانیه وقت باقی مونده که گوینده سالن اعلام میکنه. باز هم امسال احتمالاً رقابت های کشتی با چوخه در اصفهان گودشچشمه زنخان روز 14 فروردین به لحاظ اینکه روز اول ماه مبارک رمضان هست این حرکت رو اثر با هم دیدیم و تشکر میکنیم از همکارانمون که یه حرکت نشون دادن که اون حرکت رو اثرشون برای ما و شما به نمایش گذاشتند. حالا میره بعد جفن لنگ یک بار دیگه قادرآبادی از کار رو نمیده. حالا قادرآبادی میره به کنار توشک و داور آقای احمد علیپور اجازه کار رو میده با اینکه تا اینکه فن رو اجرا کنن. واسم در سرشاخ روی دستانم یه کار میکنن و دو کشتیگیر رو از توشک خارج میشن. امروز قرار است از احمد بهمنی پهلوان نام‌آور کنارانی در این مسابقات تجلیل بشه، تشکر بشه، قدردانی بشه. پهلوانی که در مسابقات قهرمانی کشور که سال 46 در مشهد برگزار شد با فرهنگ دوست نفر دوم دنیا مساوی کرد و دوم کشور شد. در کشتی با چوخه دیگه لنگاش واقعا زبانزد خاص و عام بود. کار قشنگشون که از یه پهلوان در زنده بودنش از او تجلیل کنه و قدردانی کنند. به دنبال اجرای فن لنگ پس پار سعی در اجرا کنه عباسپور که ایزه کار به اون نمیده. قادرآبادی کمتر از یک دقیقه وقت باقی مونده که اینجا وقت به اتمام میرسه و ببینیم که وقت اضافه، دو دقیقه وقت اضافه، امتیازی نگرفتن اصلا دیگه. خود همین که اگر ببینیم میاد و 30 ثانیه استراحت دارن که آقای کرات عربی برای آب میخوان که تو 30 ثانیه استراحت میاد آب از جای کمیته داوران بگیره. میتونه در نام مربی به هر حال یه شیشه آب در جای خودش داشته باشه در کنار توشک و اون 30 ثانیه رو برن نزد مربیاشون صحبت بشه با ایشون. اون استراحت به این شکل نزد داور این هم نمیتونه با مقررات مدرن جهانی همخوانی داشته باشه و 30 ثانیه استراحت رو باید برن نزد مربیاشون و مربی با اونو صحبت کنه بعد کشش. خب این 30 ثانیه استراحت به اتمام رسید، نفسی چاق میکنه. حالا کشتیگیری که اولین امتیازی بگیره برنده میشه و اگر در 2 دقیقه مساوی بشن وزکشی میشه که بیشک بهرام قادرآبادی سبکتر هست از ناجا که باندش سمت راست تصویر باندش آبی است. رو به تصویر مشاهده میفرمایید و لباس ها مشاهده میفرمایید آستیندار هست و استاندارد. واقعا لباس چوخی استاندار همینه. در مسابقاتی که مختلف می‌بینیم آستین نداره، خیلی از فنون رو با گرفتن سر آستین میزنن فنون. و کشی اصیل با چوخه حتما باید سر آستیندار باشه، شالان به دست بیاد که در این مسابقات واقعا رعایت شده. البته این لباس ها رو برگزاری کنندگان مسابقه تهیه کردن به کشتیگیران دادن تا با لباس استاندارد بیان برای توشک. همین که آبی قرمز هست پشتشون این هم بسیار ارزشمنده برای تصویرهای تلویزیونی. حالا بازم بهرام قادرآبادی سعی میکنه که فنون رو خب توشک خیلی راحت توشک خارج میشه و این دو داور هم اصلا به این شکل در کشتی آزادی کشتیگیر از توشک خارج میشه هم بهش اخطار میدن
هم یک امتیاز به حریف میدن، یک امتیاز هم به خاطر اخطار بهش میدن. به مهاجم دو تا امتیاز میدن با مقرر جدید، قبلا یک امتیاز بود، اخیرا دو امتیازش کردن. یعنی برای کسی که به این شرکت تو شک پا برداره بره بیرون، یه جورای فرار فن محسوب میشه. این نکته هم با جناب آقای قائمی رئیس انجمن کشی با چوخه کشور صحبت خواهیم کرد و سعی میکنیم که مقررات رو مدرن بشه تا کشتی با شوخه رشد کنه. باسم خب قادر آبادی به خاطر که وضعش سبکتر هست تمایل داره که این دو دقیقه هم با نتیجه 0-0 فتمان برسه، تمایل داره با نتیجه 0-0 فتمان برسه که نتیجه همچنان 0-0 برابر است. کمتر از یه دقیقه از وقت باقی مونده. ببینیم باسم تمایل داره که قادر آبادی از توشک خارج بشه و اینجا وقت به اتمام میرسه و بیشک قادر آبادی برنده خواهد شد. قادر آبادی خب در نتیجه با توجه به سبوکتر آقای بهرام قادر آبادی برنده بهرام قادر آبادی هست خدمتتون عرض کردیم. اما این شیوه برنده شدن ها گفتم خدمت دوستان کشتی نمیتونه برای دوستان کشتی ارزش من باشه. رقابت بعد آشوری از مشهد و احمد میرزاپور از پرقبه. سالون نمایی از سالون مشاهده میفرمایید. پرچم سرنگ کشورمون و مسابقات کشتی با چوغه کشور، انتخاب پهلوان سال 1400 و احمد میرزاپور، آقای حسن حسنزاده داور وسط، احمد میرزاپور پهلوان چنارانی که اصالتاً چنارانی هست، پدرش از پهلوانای کشور، حمید میرزاپور داییش عبدالرضا کارگر پهلوان کشور، قهرمان کشتی با چوخی، قهرمان جوانان جهان و خودش هم در مسابقات بله آشوری با شال آبی و احمد میرزاپور با شال قرمز قهرمان جام جهانی در لرستان شد، پهلوان کشور شده میرزاپور در مسابقات آزاد، در مسابقات جام تختی عنوان دار هست، در گوت‌های مختلف عناوین زیادی کسب کرده و ببینید در مقابل محمد آشوری چه خواهد کرد. میرزاپور قدرت بدنی بالایی داره، از خطه پهلوان خیز چناران که یکی از قطبای کشتی با چوخه کشورمون از چناران مردان بزرگی رو داشته، مثل جواد محجوب و همین احمد بهمنی و عبدالرضا کارگر و میرزاپور و پهلوانای بسیار زیادی که بخوام نام ببریم باید یه شاهنامه نام ببریم. میرزاپور سعی میکنه سرنگ رو مهار کنه که بالاخره میره تا اینکه سرقه رو بگیره که اجازه کار به اون نمیده. آشوری خب میتونه داور سریع اختار رو تقاضا کنه به کشتیگیری که دفاع میکنه که اینکه کشتی جذابیتش بیشتر و بیشتر بشه. آقای حسن حسنزاده تذکر میده که به شال آبی به آشوری که دفاع نکنه. خب. میتونن بله تقاضا اختار میکنن و تقاضا اختار مشاهده میفرمید. آقای حسن زاده تذکرم میده، بله تذکر داده، اینجا تذکر داده میشه، اون تید برای تذکر هست و بعد از اون اختار. حالا هر چه تلاش میکنه تا اینکه میرزاپور سریع رو مال خود کنه تا اینکه بدون فنون خودشو به اجرا بذاره، آشوری اجازه کار به اون نمیده. و اگر در جدا چنین شکلی روی کشتیگیر جدا کار انجام میده بلا فاصله به اون اخطار میدن. بازم آی حسنزاده تذکر میده که میرزاپور هم همچنان در تلاش است اینکه سرقه رو بگیره. دو پهلوان خب برای سرزی بقل اقدام میکنه، یا سرزی بقل از
نظاپور نمیتونه نتیجه ای بگیره، یه سرزی بقل اجرا میکنه که ناموفقه. بازم در سرشاخ میرزاپوری که سعی میکنه بره به چسب به حریف و سریعه رو مهار کنه که با دست جلو کارو میگیره و میتونن سریعتر اخطار بدن. داوران تو اخطار دادن ها یه مقدار کند عمل میکنن به اعتقاد من دیگه. این ببینین یک سر اخطار، یک سر دفاع مطلق و نمیتونه در یه مسابقه یه کشتیگیر مقرر در کشی آزاد و جدو به کشتیگیر مدافع اینجوری اجازه نمیده تا به این شکل دفاع کنه. و باسم میرزاپور در تلاش است تا اینکه بتونه سرقه رو مال خود کنه، مرتب به جلو حرکت میکنه و آشوری هم به عقب حرکت میکنه. برای این هم یک بخشی آقای کلاتری این میره برای گرسن سرقه که دو کشتیگیر از توشک خارج میشن و این آقای کلاتری عربی رئیس کمیته داوران کشور باید دقت داشته باشه اینجور. و همچنین کمیته محترم فنی آقای علیرضا رستمی، آقای حسین مرفزان، آقای نیکبین، عبدالله قنبری، وجد رهنما، آقای امانی. بازم سعی میکنه که میرزاپور در تلاش برای اجرای فنون خودش باشه که آشوری بازم اجرا نمیده و اینجا برای یه لحظه میره برای سرزی بغل که در توشه خارج میشن دو کشتیگیر. بازم سرزی بغل به اجرا بذاره که ناموفقه. اینجا اخطار داده میشه، یک اخطار برای میرزاپور و آشوری هم اومده تا با امتیاز ببازه. و به اخطار قبل داده بودن، اخطار دومو میدن و دو اخطار داده میشه و همچنان آشوری با دفاع مطلق چیز کارو نمیده و ببینید به این شکل دفاع و خارج شدن از توشک. باسن در میرزاپور در تلاش هست اون که بتونه نزدیک بشه به حریف خودش و سرقه رو بگیره که آشوری تو این لحظه اجازه نداده سرقه رو بگیره. وقتی هم گرفته بلافاصله زانوشو به توشک زده و در گذشته پهلوانا میگفتن کشتی پهلوان باید واراس کشی، یعنی سرسینه‌شو بالا بگیره. اصلا حالا میره برای ببینید به این شکل دیگه فن کشی چوخه نمیشه زد. وقتی زانوها رو آشوری به توشک میزنه فنی زده نمیشه. و خدمتتون عرض کردم پهلوانه گذشته سرسینه راست مثل کشتی فرنگی، سرسینه‌شون راست و پاور میداشتن، فن لنگ میزدن و دفاع رو زیبا نمیدونسته، نه تماشاگر نه کشتیگیر. و باسم در سرشاخ میرزاپور دو امتیاز پیش هست و میدونه که برنده هست ولی باسم حمله میکنه، میره جلو و رو به جلو حرکت میکنه و آشور خدمتون عرض کرده اومده تا با امتیاز ببازه. رقابت بعد امین جعفرزاده و فرزین شهباز، بعدم توحید نوایی و سجاد بوداغی کشتی خواهند گرفت. 30 کشتیگیر در این دور از رقابت ها حضور پیدا کردند. رقابت ها یک حسیبی هست و نفر اول 50 میلیون تومان، نفر دوم 30 میلیون تومان، نفر سوم هم 10 میلیون تومان هدیه داده میشه. و پهلوان کشور در سال 1400 در کشتی با چوخه. با سلام مجدد خدمت بینندگان عزیز، کشتی که همکنون مشاهده می‌فرمایید امین جعفرزاده از چنانان و فرزین شهباز، شال قرمز آقای امید پارساپور داور وسط این مبارزه رو قضاوت می‌کنه. امین جعفرزاده هم یکی از کشتیگیران که در گوت‌های مختلف بارها پهلوان شده و یکی از کشتیگیران فنی و با عنوان عناوین زیاد در گوت‌های مختلف بارها قهرمان چوخه خراسان شده در مسابقات مختلف و کشتیش با آشوری بیشک جذاب و دیدنی خواهد شد. پوزش از بینندگان عزیز به خاطر وقفه‌ای که ایجاد شد به خاطر قطع برق و میپرزیم به ادامه کار با
رقابت امین جعفرزاده و فرزین شهباز، دو پهلوان چنارانی که در مقابل همدیگه قرار گرفتن. فرزین شهباز رو با شال قرمز و امین جعفرزاده رو با شال آبی مشاهده می‌فرمایید و بیشک رقابت میرزاپور و امین جعفرزاده جذابیت بالایی خواهد داشت. تا ساعت حدود 10 دقیقه به 12 و 15 دقیقه به 12 نزدیک به نماز در خدمتون خواهیم بود و بعد از ظهر از ساعت 1 کنیم تا 15 دقیقه به 3 در خدمت شما خواهیم بود و امیدوارم که رقابت ها مورد توجه و انرژی شما از آن قرار بگیره. امین جعفرزاده در تلاش است تا اینکه بتونه شرایط برای فنون لنگ مهیا کنه. داور وسط آقای پارساپور، امید پارساپور تذکر میده که کار کنن، تلاش کنن و دو کشتی، بله حالا واراز کشتی میگیرن، گارد کشتی باچوخه اینه، سرسینه رو نباید پایین بگیرن دیگه، وقتی سرسینه پایین بگیرن فن نیزده نمیشه، بعضی وقتا از گارد آزاد هم سرسینه بیشتر پایین میارن دیگه، واقعا فن لنگ اجرا نمیشه. امین جعفرزاده با اسم در تلاش هست تا اینکه بتونه شرایط برای فنون خودش مهیا کنه که با باند آبی پشت به تصویر مشاهده میفرمید. فرزین شهباز هم یک کشتیگیر جوان چنارانی که او هم جویای نام است و مردونه اومده داره مبارزه میکنه، تحت تاثیر نام امین جعفرزاده قرار نگرفته، دفاع نمیکنه، واراز کشتی میگیره و اومدن سر قم دیگه رو مهار کردن و سعی میکنه که شرایط برای فنون خودش مهیا کنه. دو کشتیگیر پاور میدارن، این گارد کشتی با چوخه سر قم مهار کردن. داور وسط آقای پارساپور به دو کشتی تذکر میده، تذکر داده میشه به شال آبی و ببینیم که چه خواهند کرد دو پهلوان چنارانی که امروز یه پهلوان دیگه چناران احمد بهمنی قراره ازش تجلیل بشه، تقدیر بشه. خطه پهلوان خیز چناران پهلوانان زیادی رو شاره میزنه، امین برای پرنشکان یه لحظه اقدام میکنه و امین جعفرزاده میرفت برای پلنشکن، دستیر کتف یورش برد به سمت پای حریف و یک خیز برداشت، تازه اختار برای شال قرمز و یک امتیاز فنی برای امین جعفرزاده. بله درسته، حالا باید اینجوری کشتی که دفاع میکنه بلا فاصله بون اختار بدن تا اینکه تلاش خودشو بیشتر و بیشتر بکنه. بازم در تلاش هست تا اینکه بتونه شرایط برای فنون خودش مهیا کنه. میزنه زیر کتفان حریف خودش امین و خاک میکنه حریف خودشو، یک امتیاز میگیره، بالاخره امتیاز میگیره. یه یورش دستیر کتف به سبک حسن یزدانی و برای که یانباش نشه در خاک نشست. فرزین شهباز به خاطر اینکه یانباش نشه در خاک نشست، کارش خطا نبود، درست بود و فرزین شهباز هم اومده کشتی میگیره، واقعا دفاع نمیکنه. حریف درسته که سنگین تر هست و قدر تر و توانمند تر، اما شهباز هم مردانه داره مبارزه میکنه با هم شهری خودش. دو کشتیگیر، دو پهلوان از خطه چناران در مقابل همدیگه قرار گرفتن و سعی میکنه شرایط برای فنون خودش مهیا کنه. امین جعفرزاده در سرشاخ میره برای یه لحظه رفت برای مروته که ناموفقه، یک اختار و یه امتیاز دیگه برای امین جعفرزاده میدن و کشتی فعلا 2-0 است، 2-0 به نفع امین جعفرزاده از چناران. پنجه رو داور میگه که آقای پارساپور نگیرن، پنجه خطا هست، گرفتن پنجه خطا است و بر تقاضای اختار برای باند آبی یک امتیاز فنی برای باند قرمز به خاطر اینکه دو بار جعفرزاده پنجه رو گرفت. درست هست، آقای پارساپور قضاوت بسیار خوبی داشته تا این لحظه و بار اول تذکر داد، بار دوم گرفتن پنجه خطا است. حالا یک بار دیگه بگیره باسم به اون به جعفرزاده، امین جعفرزاده اختار خواهند داد، مقررات مو به مو باید رعایت بشه، کشتیگیر، داور، مربی، همه باید به مقررات کشتی احترام. میره برای پلنشکن، شگرد خودش دست رو میدونید کتف و پلنشکن های بسیار خوب اجرا میکنه، اگر سرسینن باز بگیره میره برای یانباش، از او دیدیم از
امیر جعفرزاده در میدانهای بزرگ، در گود چشم زینب خان، شیرکوه شیروان، امام مرشد و در گود امام مرشد، در فاروج سلطان زیرابه قوچان، رهورد قوچان، گود مهدی آباد و میره برای کولنداز. یک لحظه ناموفق، قدرت بدنی بالایی داره امین جعفرزاده، اجده کار رو نمیده. 2-1 پیش از امین جعفرزاده. از نهی زانو هم احساس ناراحتی میکنه. باستم الان فرزینه که یورش میبره تا اینکه بتونه از حریفش امتیاز بگیره. فرزینه که تلاش میکنه، امین جعفرزاده با یه چرخش سعی میکنه که از توشک خارج نشه. در این لحظه وقت به اتمام میرسه. 2-1 موفق میشه امین جعفرزاده حریف خودش رو شکست بده. یه مقدار کشتی حالا فن لنگ زده نشد، اما باز هم دستش به عنوان فرد پیروز بالا میره. رقابت بعد توحید نوایی درگز، سجاد خوداغی مازندران، یه پهلوان هم از خطه پهلوان خیز مازندران در این دور از رقابت ها شرکت کردن. تماشاگران مشاهده میفرمایید که با 100 تماشاگر که قبلا اسامیشون داده شده، دوزای کروناشون رو زدن، آقای دولت خواه داور این مبارزه هستند. یه پهلوان از مازندران و دیگر پهلوان از درگز. توحید نوایی از درگز با شال آبی در مقابل حریفش بوداغی، از سجاد بوداغی از مازندران در این دوره از رقابت ها حضور پیدا کرده. دلاور از خطه پهلوان خیز درگز و سجاد بوداغی از مازندران. آقای دولتخواه این مبارزه رو قضاوت میکنن. حسین دولتخواه این مبارزه رو قضاوت میکنن. با سوت داور وسط کار آغاز میشه. ببینید پهلوان مازندرانی در خطه خراسان با کشتی با چوخه چه خواهد کرد. یک بار دیگه در ابتدای کار میتونه که بتونه سرقر مار خود کنه. مازندرانی یک دستک پایی بسیار خوب اجرا میکنن و باز هم کشتی لوچو دارن در مازندران. اونا هم کشتی بومیشون لوچو هست در گیلان گیل مرد و در اونجا لوچو، که اونجا هم طرفداران زیاد داره. نه به اندازه کشتی با چوخه ما، کشتی بومی سنتی محلی در سراسر ایران ما کشتی زیاد داریم، اما پرطرفدارترینش کشتی با چوخه است. و سر قم دیگر مال خود میکنم و سعی میکنه که سرعه تو برای بوداغی برای جای فنون خودش مهیا کنه. حریف هم سعی میکنه نوایی از درگز لنگ کمر رو به اجرا بذاره. از همونجا خیلی با زیر بم کشتی چوخه آشنایی نداره بوداغی و نوایی از درگز سعی میکنه که لنگ کمر خودش رو به اجرا بذاره. تلاش میکنن و سعی میکنن که فن بزنن. شال رو گرفته بوداغی و سعی میکنه که نوایی هم شال رو بگیره و اینجا سرکن میزنه تا دو لرف به هم میزنه بره پشت، یک امتیاز میگیره که اجزه کارو نمیده. یکی دو تا سرکن میزنه بوداغی از نهی زانو. نوایی از درگز احساس ناراحتی میکنه. وزنش هم یک 20 کیلوی سنگین تره دیگه، سنگین وزنه به اضافه 84 تاست. مثلا امین جعفرزاده فکر کنم 130 کیلو رو داشته باشه. میرزا پور هم سنگینه وزنش. از نهی زانو احساس ناراحتی میکنه. پزشک مسابقات میاد تا اینکه اونو مداوا کنه. رقابت کشتی با چوخه قهرمانی کشور که در سالن دانشگاه بینالود ترقبه برگزار میشه و رقابت ها با حضور 30 کشتیگیر از سراسر کشورمون، از مازندران و تهران و خراسان بزرگ و خراسان شمالی جنوبی رضوی و سراسر کشورمون در این دور از رقابت ها شرکت کردن. به نفر اول بله نمایی از سالن مشاهده میفرمایید. تشکر از همکارانمون. رقابت ها با نظم انضباط قابل قبولی برخوردار هست و خسته نباشید به همه برگزار کنندگان این دور از رقابت ها، به خصوص مدیران ارشد خطه بینالود که ترقبه و شاندیز هست. میره برای سرزی بغل، سردیر سرزی بغل به اجرا بذاره. بوداغی کسر کن میزنه و سعی میکنه که از حریف خودش امتیاز بگیره. با سرکندهای خودش تا دور حریف به هم میزنه، شال مال خود میکنه تا اینکه بتونه بره به پشت حریف خودش از او امتیاز بگیره که
نوایی به عقب حرکت میکنه و اجزه کرو نمیده و داور وسط آقای حسین دولت خواه کشتی رو سرپا میده. تا حدود 15 دقیقه دیگه افتخار داریم در خدمت شما عزیزان و بزرگواران باشیم و بعد از اون از سال 1:30 تا ساعت 3 تا حدود 1:45 در خدمتون خواهیم بود. باسم در تلاش هست اینکه بتونه بوداغی حمله میکنه، میتونن اختار بدن یه سرکن تا دلو هم به هم میزنه خاک میکنه و موفق میشه یک امتیاز بگیر از حریف خودش، یک امتیاز رو میگیره با یه سرکن در کشتی باچوق و پیشنداز و قوس کردن از کشتی آزاد. یک بر صفر حالا پیش میفته. اینکه امتیاز بگیره یک کشتیگیر این میتونه ارزش داشته و اگر لنگ بزنه که دیگه از همه بهتر. باسم احساس ناراحتی میکنه، کار خطایی نکرد بوداغی. نوایی از نایه انگشت میگه که اینجا یه ببینیم سرکن رو ببینیم، اینجا به این شر یه سرکن میزنه که همون قوس کردن و پیشنداز های کشتی قوس کردن های کشتی آزاد هست. بازم از نایه انگشت احساس ناراحتی میکنه. رقابت بعد هم بین مهدی افضلی از سپاه فریمان و محمد خاکشور از فاروج، سپاه و نیروی انتظامی هم حضور فعالی داشتند. به فرماندهان محترم سپاه و نیروی انتظامی خطه بینالود و خراسان بزرگ خسته نباشید میگیم، همین که در این حال که تلاششون برای نظم و انضباط جامعه هست نگاهی هم به ورزش دارن. مقوله ورزش در بعد قهرمانی میتونه در مسابقات المپیک و جهانی وقتی مدالی کسب میشه عزت نام ایران عزیز باشه. پرچم پر افتخار ایران عزیز در میادین بزرگ دنیا وقتی به اعتزاز در میاد باعث افتخار و غرور بالا رفتن غرور ملی عزیزان هست که وقتی که همه تلاش کنیم برای ورزش قهرمانی میتونیم به این ارزش دست پیدا کنیم و ورزش همگانی هم سلام ضامن سلامت جامعه است. آسیب دیدگیش مداوا میشه. نوایی از چناران و برمیگردیم برای پرچم سرنگ ایران عزیز، پرچم جمهوری اسلامی که نماد ملت است، نماد مردم هست این پرچم. درود بر پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و درود بر پرچمی که در مسابقات المپیک وقتی به اعتزاز در میاد اشکا سرازیر میشه، اشک شادی سرازیر میشه. میپذیریم ادامه کار. ریکمکان 1-0. بازم محمد تیموری و محمد دهخان هم کشتی خواهند گرفت. تیموری که از کشتیگران با اخلاق و پهلوان منطقه تربت جام هست که در این دور از رقابتش شرکت کرده. وزنش کم هست، کارش سخت هست، اما حضورش ارزشمند. یه لحظه چهره پهلوان درگز نوایی رو با هم دیدیم. بازم بوداغی حمله میکنه، مثل همه مازندرانی ها نفسدار هست و سرحال به این شکل حمله میکنه و نوایی هم عقب میکشه، سعی میکنه اینجا موفق با ضربه فنی حریف رو شکست بده. یه فن زیبا، یه پسپای زیبا دیدیم بالاخره. یه بوداغی یه لحظه حریف رو سرکن زد با یه پس پا، موفق شد با ضربه فنی حریف خودش شکست بده. دلاور از خطه مازندران پهلوان درگزی رو با ضربه فنی شکست میده و بیشک همکاران ما این حرکت پسلینگ رو که فت پای کشتی آزاد هست رو اول یه لحظه که می‌بینیم به این شکل حرفو کشید بالا، بعد از اون پسلنگ رو اجرا کرد اینجا به این بالا آورد و این هم پسلنگی که زد و به این شکل موفق شد با ضربه فنی حریف خودش شکست بده. اولین فن رو، اولین اجرای فن رو از یه پهلوان مازندرانی دید. اولین فن رو از یه پهلوان مازندرانی دیدیم. بهش خسته نباشید میگیم و میپرزیم به ادامه کار. داریم پهلوانه با چوخی ما فن بزنن. افضلی و خاکشور، مهدی افضلی از سپاه فریمان، محمد خاکشور از تیم فاروج، داورق گل محمدی از قوچان این مبارزه رو قضاوت میکنند. در سرشاخ روی دستان هم دیگه کار میکنه و سعی میکنه که خاکشور رو با شال قرمز پشت به تصویر مشاهده میکنه. میره برای لنگ کمر، ناموفقه. در مقابل افضلی از فریمان با شال آبی مبارزه میکنه. تا حدود 15 دقیقه به
ساعت 12 قبل از نماز افتخار داریم حدوداً البته در خدمت شما باشیم، بعد از ساعت 1 کنیم تا ساعت 15 دقیقه به 3 از شبکه خراسان رضوی با رقابت کشتی با چوخه قهرمانی کشور در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. امیدوارم که رقابت ها مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره و خدمت دوستان کشتی عرض کنیم این رقابت ها در سالن دانشگاه بینالود شهرستان ترقبه برگزار میشه. تماشاگران خاصی از قبل که مشخص شده میتونن بیان از تماشاگران از تلویزیون کشتی را تماشا کنن، چون ورودش عموم برای تماشا به خاطر شیوینامه های وزارت بهداشت مهیا نیست و این تعداد هم از قبل کد ملیشون رو دادن و اون تایید شدن از وزارت بهداشت. میپرزیم به ادامه کار. یک لحظه سر کم میزنه و سعی میکنه شرط برای فنون خودش مهیا کنه. خاکشور از چه کماکان سف سف برابر هست. محمد خاکشور یکی دو سرکن زده، باز هم سعی میکنه محمد خاکشور سریعه رو مال خود کنه و میره برای لنگ، سعی رفن لنگ رو به اجرا بذاره که ناموفقه، باز هم برای اجرا فن لنگ دو کشتگیر و میرفت که داورم از روی اسش بیفته پایین که خوشبختانه خب آیگل محمدی هم که تروفرز هست، سبک وزنه و تروفرز، در این حال مشکلی پیش نیومد. داورم طبق مقررات میرن پشت سر کشتگیر قرار بگیرن که کشتگیران نرن بیرون از تشک، اما دیگه وقتی هم سرعتش بالاست به داور برخورد کردن و اون اتفاق افتاد که مسئله مهمی نبود. خب شال رو مهیا میکنه، تقاضا اختار میشه برای افسلی از سپاه فریمان به خاطر حملات پی در پی خاکشور، حملات پی در پی و به نوعی کوبنده خاکشور که حدود دو دقیقه فرصت داریم که در خدمت شما عزیزان باشیم. بعد از اون رساد یک و نیم و تا این حرکت ها استر با هم ببینیم. بله مرتب این هم در یه لحظه سکر لنگو به اجرا بذاره که بعدم برخورد به داور و داستان که داور نزدیک از بالا بیفته پایین و میپذیم به ادامه کار. تشکر از همکارانم در واحد سیار، کارگردان محترم برنامه به خاطر انتخاب تصاویر زیبا و خسته نباشید به پخش شبکه خراسان رضوی و همه عوامل، تصویربرداران، صدا برداران، تهیه کننده محترم برنامه جناب داوری و همه عزیزانی که ما رو یاری کردند برای این پخش مستقیم این رقابت ها. در جایگاه کمیته فنی آقای علیرضا رستمی، حسین مهرافزان و محمد نیکبین و عبدالعلی قنبری و حجت رهنما و حسن امانی حضور دارن و اینجا هم یک لحظه سعی میکنه که فن رو به اجرا بذاره که میره برای اجرا فن لنگ. یک لحظه به افسری برای لنگ اقدام میکنه، تذکر بود داده شده. خب فرصتمون طور که آقای داوری تایید کننده محترم برنامه به من اشاره کردن به اتمام رسید. از همه بینندگان عزیز، دوستان ورزش کشتی با چوخه خداحافظی میکنم تا بعد از ظهر ساعت 1 کنیم. همه شما بزرگان رو به خدای بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار.